سر خط خبرها، اقدام حساس ایران برای روسیه در مبارزه با آمریکا و اروپا، پیام فوری ارمنستان به جمهوری آذربایجان برای امضای توافق صلح و شکست آمریکا در مهار حمله چین به تایوان در شبیه سازی جنگی. به این بسته خبری از پیک خوش آمدید. یک مقام عالی رتبه آمریکا میگوید ایران به روسیه آموزش داده است که چگونه میتواند تحریم‌های غرب علیه مسکو را دور بزند. وی گفته روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه مسکو از کشورهای به شدت تحریم شده مانند ایران کمک میگیرد. به گزارش روز شنبه ایرنا از فاینانشال تایمز، برایان نیلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، هفته گذشته به 4 کشور اروپایی سوئیس، اتریش، ایتالیا و آلمان سفر کرد تا مقام آنها را در جریان شیوه‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب قرار دهد. فاینانشال تایمز به نقل از این مقام آمریکایی افزود روسیه منابع هنگفتی را صرف دور زدن تحریم‌های غرب می‌کند. آمریکا مدعی است انواع ادوات و تجهیزات آپتیک، ایسلوسکوپ‌ها، قطعات تجهیزات تصویربرداری حرارتی، قطعات الکترونیک مانند نیمه‌هادی‌ها و انواع مدار مجتمع و دستگاه‌های اندازه‌گیری ولتاژ و قدرت از جمله کالاهایی هستند که روسیه به شدت به دنبال دست یابی و خرید آنهاست. با این حال این مقام وزارت خزانه داری آمریکا مشخص نکرد که از این تجهیزات در چه سلاح‌های یا تجهیزات نظامی استفاده می‌شود. روسیه از فوریه سال 2022 میلادی و بعد از به رسمیت شناختن استقلال دو جمهوری لوهانسک و دونسک از اوکراین نیروهای نظامی خود را به این منطقه اعزام کرد. روسیه هدف خود را از عملیات نظامی ویژه نازی‌زدایی اوکراین، خلع سلاح این کشور، رفع نگرانی‌های امنیتی خود و قبول درخواست کمک لوهانسک دونسک اعلام کرد و افزود که قصد دارد اوکراین را تصرف کند. در این میان کشورهای غربی با محکوم کردن مسکو و تشدید فشارهای اقتصادی، حمایت‌های همه‌جانبه سیاسی، مالی، تسلیحاتی از کیف را در دستور کار قرار دادند. اتحادیه اروپا پیش از این 10 بسته تحریمی بی سابقه به مسکو تحمیل کرده و به توان دفاعی روسیه و صادرات کلیدی این کشور به خصوص نفت ضربه زده است. همچنین پارلمان اتحادیه اروپا از احتمال تصویب 11مین بسته تحریمی علیه روسیه تا پایان ماه جاری میلادی خبر داد. از زمان شروع حمله نظامی روسیه به اوکراین، اتحاد و همکاری‌های تهران و مسکو به شدت افزایش یافته است، موضوعی که آمریکا و اروپا را به شدت نگران کرده است. آمریکا میگوید ایران به روسیه در جنگ اوکراین کمک می‌کند و پهپادهای مختلف را به ارتش روسیه داده است. ایران اما این اتهام را به شدت رد می‌کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز جمعه گفت مسکو معتقد است که تحریم‌های ضد روسیه می‌تواند باعث لطمه به اقتصاد جهان شده و بحران جدید را رقم بزند. پسکوف گفت تحریم‌هایی که علیه ما وضع شدند و گام‌های جدیدی که بروکسل و واشنگتن درباره آن می‌اندیشند، ضربه سختی به اقتصاد جهان وارد خواهند کرد. بنابراین این می‌تواند ما را به سمت یک بحران اقتصادی در جهان پیش ببرد. این مقام کرملین تأکید کرد که روسیه خطراتی که مقاصد کشورهای غیر دوست در بر دارد را در نظر می‌گیرد. خبرگزاری بلومبرگ روز گذشته گزارش داده که کشورهای غربی و متحدان آنها در حال رایزنی درباره منع کامل صادرات به روسیه هستند. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی روسیه روز چهارشنبه در جلسه‌ای در پارلمان گفت که اقتصاد این کشور مقاومت بالایی در برابر تحریم‌ها نشان داده و فشارهای بی سابقه را پشت سر گذاشته است. رئیس بانک مرکزی روسیه روز چهارشنبه در جلسه دوما گفت سطح فشاری که روسیه سال گذشته پشت سر گذاشت آنقدر بالا بود که کسی نمی‌توانست آن را پیش بینی کرده و برای آن آماده شود. نخست وزیر ارمنستان جمعه شب بار دیگر در حضور نمایندگان مجلس این کشور بر آمادگی خود برای امضای پیشنویس قطعنامه صلح ایروان و باکو تاکید کرد. به گزارش بامداد شنبه از ایتارتاس، نیکول پاشینیان روز سه‌شنبه در مجلس ارمنستان گفته بود پیمان صلح این کشور با جمهوری آذربایجان تنها در صورتی امکان پذیر است که دو کشور تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت بشناسند. پاشینیان در سخنان جمعه شب خود افزود من آماده‌ام سندی را که به طرف آذربایجانی
ارائه کرده ایم امضا کنم، ولی جمهوری آذربایجان آن را نمیپذیرد. ما باید تصمیم بگیریم که چه کاری انجام بدهیم. ما مشروعیت و اختیار کافی برای تصمیم گیری در مورد آینده ارمنستان داریم. دو طرف تا کنون چندین مرتبه با میانجیگری طرفهای بین المللی پیشنویس توافقنامه صلح مبادله کردند. بر اساس سوابق تاریخی و موازین بین المللی، منطقه ارمنی نشین قره‌باغ به مرکزیت خانکندی در تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و گذرگاه زنگزور در استان سیونیک و تحت حاکمیت ارمنستان قرار دارد. طی روزهای اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان خبر از نقض آشکار آتش‌بس توسط طرف مقابل می‌دهند و درگیری‌های پراکنده میان نیروهای دو کشور آغاز شده است. 27 آبان 99 توافق مسکو بین دو طرف امضا و اعلام شد. این توافق فقط برای آتش‌بس است و راه حل مسائل مهم بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان از جمله وضعیت حقوقی قره‌باغ و دالان زنگزور نیست. نتایج شبیه سازی حمله چین به تایوان در کنگره آمریکا نشان داد که ایالات متحده نمیتواند از این حمله جلوگیری کند. واشنگتن فری بیکن که یک وبگاه نزدیک به نو محافظه‌کاران آمریکاست روز شنبه گزارش داد که نتیجه این شبیه سازی موجب شد قانونگذاران آمریکایی خواستار تسلیح تایوان شوند. رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌هایی که در خصوص نتایج این تمرین نظامی توجیه شدن نوشت، بازدارندگی نتیجه نداشته و چین موفق شده به تایوان حمله کند. این شبیه‌سازی توسط کمیته منتخب چین در مجلس نمایندگان آمریکا انجام شد و نتایج آن نشان داد که ارتش چین در جنگ یک ماهه متحمل خسارت‌های سنگین خواهد شد، اما در نهایت خواهد توانست نیروهای رزمی خود را حتی در صورت کمک‌های آمریکا در تایوان مستقر کند. با اینکه ارتش آمریکا در این تمرین نظامی توانست حدود 80 کشتی نیروی دریایی چین را غرق کند، ارتش چین موفق شد با حدود 80,000 نظامی وارد تایوان شود. ریبکن نوشته توانایی چین برای در هم شکستن توان دفاعی تایوان زنگ خطر را برای اعضای کمیته منتخب چین در مجلس نمایندگان آمریکا به صدا درآورده است. مایک گالاگر رئیس این کمیته گفته نتیجه این شبیه سازی زنگ خطری برای ایالات متحده است و واشنگتن باید قبل از وقوع هر گونه بحران تایوان را تابون دندان مسلح کند. پیش از این منابع خبری گزارش داده بودند که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا پیش بینی می‌کنند حمله چین به تایوان ممکن است در هر زمان بین سال‌های 2024 تا 2027 به وقوع بپیوندند. آمریکا نگران است که تایوان آسیب پذیری های فزاینده ای در برابر حملات احتمالی چین خواهد داشت. گالاگر گفت ما از لحاظ احتمال حمله حزب کمونیست چین به تایوان وارد دایره حداکثر خطر شده ایم و این تمرین جنگی ضرورت انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از تجاوز احتمالی حزب کمونیست را آشکار میکند. این قانونگذار ارشد آمریکایی گفته که ایالات متحده باید به وعده هایش برای اختصاص 19 میلیارد دلار تسلیحات به تایوان عمل کند و علاوه بر آن تمرین‌های نظامی مشترک با نظامیان تایوان را در دستور کار خود قرار دهد. چین طی روزهای گذشته به آمریکا درباره تسلیح تایوان هشدار داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه چنین تصمیمی از سوی واشنگتن را بازی با آتش توصیف کرد. تنش‌ها بین آمریکا و چین بر سر تایوان به ویژه از زمان سفر نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه اوج گرفت. علی‌رغم اعتراض و هشدارهای مکرر چین، چندین هیئت دیگر آمریکایی شامل قانونگذاران و برخی فرمانداران ایالتی نیز از آن زمان به تایوان سفر کردند. دولت پکن این اقدامات را تحریک‌آمیز و مداخله در امور داخلی و حمایت از جدایی طلبان تایوان خوانده است. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.